آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم. نخه، جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه و روز به روز عزیزتر شده در مسائل جهانی، در حال پیشرفتی. نه فقط عقب رفت نداریم، بلکه توقف هم نداریم، در حال پیشرفت. به حول قوه الهی و تلاش‌های شبانه روزی مسئولان پاکدست رژیم جمهوری اسلامی، ماشین پیشرفت جمهوری اسلامی همچنان با سرعت رو به جلو در حال حرکت و پیروزمندانه در حال فتح تپه‌های سربلندی و موفقیت. به حول قوه الهی و عزت جمهوری اسلامی بوده که شاهد تورم 1000% هستیم و خط فقر رسیده به 15 میلیون تومان و طبقه متوسط کلاً در حال حذف شدنه. موضوعاتی که عزت و سربلندی جمهوری اسلامی رو ثابت می‌کنه بسیار زیاده و قطعاً هر روز شما شاهدش هستید. اما خبری که به تازگی منتشر شده و بعد از انتشارش باعث شده که رتبه جمهوری اسلامی از نظر اقتصادی در جهان 10 پله صعود کنه، خبر افزایش تقاضای اجاره لباس برای مهمانی ها بوده. خبری که اعتماد آنلاین منتشر کرده و نوشته که اجاره لباس برای مهمانی ها از 300 هزار تومان تا 700 هزار تومان فقط برای یک شب داشتن کارت ملی الزامی است. این موارد تنها گوشه ای از افتخاراتی بوده که جمهوری اسلامی طی این 40 چند سال نصیبمون کرده. البته تعداد معدودی هستن که ایرانی نیستن، اما خودشون رو زیر چتر اقتدار و عزت جمهوری اسلامی قرار دادن و واقعا دارای ثروت و دارای خوشبختی و آرامش شدن، به طوری که سخت‌ترین کار تو زندگیشون فقط انعقاد نطفه است. در این مراسم تعدادی از طلاب غیر ایرانی ساکن در اصفهان هم معمم شدن. بالاخره ملبس شدید. آره الحمدلله. بعد از چند سال؟ بعد از 10-15 سال. از آفریقا اصفهان. اصفهان بله. دیگه نوبت ما اصفهان شد الحمدلله. بسیار عالی. هلی. یه برمیگردین آفریقا؟ آره ان شاء الله. اوکی. ان شاء الله چند ماه دیگه ان شاء الله ما برمیگردیم ان شاء الله. اونجا تبلیغ اسلام می‌کنه. قطعاً تبلیغ اسلام. آره. چند سال درس خوندیم؟ ایران 11 سالم اینجا. با کارشناسی ارشد فارغ التحصیل میشم میرم کشورم ان شاء الله. حسن. شما؟ حسین. حسن و حسین. درسته. این بچه‌ها قشنگ اصفهانی حرف می‌زنن. بله بله. خوشحالی بابات معمم شد؟ بله. دوست داری؟ بله. من میخوای طلبشی یا نه؟ بله. بله چرا آخون نشه؟ بابای مفخورش رو میبینه، اینم یاد میگیره. پدری که به غیر از خوردن و خوابیدن و تولید مثل کار دیگه ای انجام نمیده. امروز حسن و حسین، فردا سجاد و باقر و صادق و اگر همسر جان کشش داشته باشه انشالله تا مهدی تکمیل میشه. وقتی هزینه بیمارستان و تحصیل و خورد و خوراک و پوشاک رایگانه، چرا که نه؟ فرزندان رو انشاءالله به حول قوه الهی از همین امشب دست به کار بشید و تصمیم بگیرید یک یا علی و یک یا زهرا، خلاصه عملیات 5 فرزندی، 8 فرزندی، 12 یا 14 فرزندی رو انشاءالله کلیدش رو بزنید. یا حسین! پولی که حق ملت ایرانه و باید برای رفاه و آرامش و آسایش و امنیت مردم ایران هزینه بشه، صرف یک مشت آخوند مفخور میشه که برن آفریقا تو مناطقی که مردمانش حتی محتاج یک وعده غذایشون هستن تبلیغات اسلام شیعه رو بکنند. اون وقت همونایی که ما رو وادار به اطاعت از قوانین متحجرانه اسلامی میکنن و یا به لطف گماشته بودن برای رژیم جمهوری اسلامی به ثروت و دارایی رسیدن و یا هر روز در حال تبلیغ ایدئولوژی رژیم جمهوری اسلامی هستن، بچه هاشون رو برای زندگی و تحصیل کجا میفرستن؟ به بهترین کشورهای دنیا که در قانون اساسی اونها اثری از قوانین اسلامی وجود نداره. مانند جناب غلام حسین مظفری، رئیس سابق جهاد دانشگاهی خراسان
معاون استاندار خراسان رضوی و فرماندار ویژه شهرستان نیشابور، معاون استاندار تهران، معاون سازمان اقتصادی کوثر، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بانک شهر، عضو هیئت مدیره بانک تجارت و نماینده مجلس و مدیرعامل سابق سازمان منطقه آزاد کیش. کسی که این تعداد پست و مقام داشته و داره قطعاً باید عشق و علاقه و ارادت خودش رو به مقام عظمای ولایت ثابت کرده باشه. البته ایشون در مصاحبه‌ای که 2 سال پیش داشته خودش رو جز برکات انقلاب اسلامی یا همون شورش 57 معرفی کرده. خانم زهیرا مظفری دختر جناب متبرک هستند که در سوئیس تحصیل و زندگی میکنن، کشوری که جز چند کشور مرفه دنیا به شمار میاد. البته هزینه تحصیل و زندگی برای مهاجران در این کشور بسیار بالاست. قطعاً مهاجرت و تحصیل و زندگی در سوئیس جرم نیست، اما ما میتونیم از شما سوال کنیم که آیا هزینه تحصیل و زندگی شما در سوئیس از جیب پدرجان و برکات جمهوری اسلامی جنایتکار تأمین شده، یا اینکه شما با دسترنج خودتون و کار و تلاش شبانه روزی تونستین به قدم زدن در خیابان‌های سوئیس و بازدید از مکان‌های دیدنی زوریخ نائل بشوید؟ نتیجه دزدی و فساد و کلاهبرداری چی میشه؟ داشتن زندگی مرفه و عشق و حال در کشورهای مثل سوئیس و کانادا. نتیجه کار و تلاش شبانه روزی چی میشه؟ دچار شدن به فقر و فلاکت و انواع بیماری ها و از دست دادن عزیزان. چرا؟ چون اونایی که عشق و حال میکنن آدمای بدی ان و خداوند اونا رو دوست نداره و رهاشون کرده و بعد از مرگشون قطعا در آتش جهنم خواهند سوخت. نگاه به تفریح لاکچری و عشق و حالشون نکنید. اینها قطعا بعد از 100 سال که مردن در آتش جهنم خواهند سوخت و تمامی سوراخ‌های موجود در بدنشان با سرب داغ پر خواهد شد. اونایی که از فقر و بیماری و مشکلات مختلف تو این دنیا رنج میبرن به خاطر اینه که خداوند عاشق اونهاست و 24 ساعته مواظبشونه و رهاشون نمیکنه و جایزشون اینه که بعد از مرگشون سعادتمند خواهند شد. میگی حالا ما گناه کردیم سیری بخوریم؟ آمریکایی‌ها که گناهشو از ما بیشتره چرا اونا خوشن؟ ما زکات ندیم گندممون رو ملخ میخوره. کشور کانادا که اصلا زکات نمیده چطور گندم اونا رو ملخ نمیخوره؟ میگه بعضیا که آدما خوبی هستن زکات ندن فوری حالشون گرفته میشن، خلاف کردن خدا سیری میزنه. چرا؟ برای که تو خوبی، مثل عینک، عینک بلوره، بلور چشم و بلور زود بهش میرسن. آیش هم اینه، ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم، مصیبت به خاطر خلاف بود کردی، آدم خوبی بودی خدا زود حالت گرفت. پس به این نتیجه میرسیم که اگر شبانه روز هم سرتون به سجاده باشه و یا دائم الذکر باشید، اما اگر پول زکات رو ندید، یعنی در واقع اگر قلک آخوندها رو پر نکنید، شدت نزول بلایا از آسمان بیشتر خواهد شد. پس قبل از اینکه به مراسم عزاداری محرم برین و یقه هاتون رو باز کنید و برای حسین و کربلا و عاشورا سینه بزنید و به سرخی سینه هاتون افتخار کنید، چک کنید که عوارضی رو پرداخت کردید یا نه، وگرنه همش بیفایده است. بنابراین سعی کنید پولاتون رو جای خوب هزینه کنید، جای درست. داریم به روزای نزدیک میشیم که سریا میان زیر پست بچه مذهبی ها کامنت میذارن، میگن به جای اینکه پولتون رو خرج کربلا و حیرت رو نزدیک کنید، همین پول رو خرج 4 تا فقیر کنید. ولی همینا رو نمیرن به اونایی بگن که هر روز هر سال دبی و ترکیه دنبال خوشگذرونیه. دادن پول نذری و گریه و زاری به خاطر اتفاقاتی که 1400 سال پیش افتاده و به ما مربوط نمیشه کار بسیار بیهوده ایه. گریه و زاری و غم و اندوه و گوش دادن به داستانهای تخیلی جنایی مانند واقعی کربلا نه تنها هیچ فایده ای نداره، بلکه سلامت روان رو به خطر میندازه و برای بدن هم مضره. اما در مقابل تفریح و شادی و سفر کردن اثرات مثبتی روی بدن ما میذاره. تفریح و شادی سیستم ایمنی بدن رو تقویت میکنه و باعث کاهش خطر بیماری قلبی عروقی و مغزی میشه. تفریح و شادی میتونه بدن و ذهن ما رو احیا کنه و باعث افزایش انگیزه و بهره‌وری بشه و حس خلاقیت ما رو ارتقا بده. تا به حال شده فکر کنی که چرا مردم برای تفریح میرن دبی و ترکیه و پولاشون رو اونجا خرج میکنند؟ مردم میرن به این کشورها تا حس آزادی رو تجربه کنند، همون حسی که رهبر جنایتکار جمهوری اسلامی با کمک ابزارهایی مثل تو از مردم دریغ کرده.
اگر به جای فضولی و سرک کشیدن تو زندگی مردم سرتون به کار خودتون بود، اگر قانون اساسی درست داشتیم که اجازه نمیداد به آدمایی مثل تو که برای مردم تعیین و تکلیف کنند، اگر مردم آزادی داشتن و همین پولا رو تو کشور خودمون خرج می‌کردن و از تمام دنیا هم توریست داشتیم، اون وقت همین تو نیاز نداشتی که بیای پیج بزنی و این چرندیات رو تحویل مردم بدی تا یه چیزی بذارن کف دستت. بهتره به جای چرخیدن و سرک کشیدن در فضای مجازی و دیده شدن توسط نامحرمان، بشینید در منزل و به اون چیزی که سفارش شده عمل کنید. طبق اون دینی که تو بهش اعتقاد داری، وظیفه اصلی شما چیز دیگه است. رضا به خانما توصیه میشه که ویزای مردشون رو در دست بگیرن به طور کامل، بعد این نوک انگشتانشون وقتی ویزای مردش رو کامل در دست میگیره، این نوک انگشتان به سمت منتهی الیه بدن مرد تماس برقرار بکنه، اینها تماس برقرار بکنه، بسیار لذت میبره. هرچه که مردم از اسلام بیشتر فاصله میگیرن، بر تعداد این عاشقان سینه چاک عظمای ولایت افزوده میشه که در زمانهای مختلف وظایف مختلفی رو بر عهده دارند. هر دقیقه پارتی، هر هفته مهمونی، به این دوست سور بده، به اون دوست سور بده، برای تولد 10 بار جشن بگیر، با این برم جشن بگیرم، با اون برم جشن بگیرم، هر کاری که دوست دارم با پولام بکنم، سفرهای خارجیم اصلا ترک نشه، حتما کتونی فلان برند رو باید بپوشم و و و. اما اگه محرم شد، پول نظری باید برای خیریه خرج میشه. هر کی نظری بده آدم بدیه، فقط خیریه. حواستو جمع کن. خواهان این هستین که برای شما سفتی و تنگی واژن اتفاق بیفته، یک کاری رو میتونید انجام بدین. برگ مورد تهیه بکنید، نیمکوب بکنید، بجوشونید، صافش کنید، داخلش بنشینید نیم ساعت، هفته 1 تا 2 بار. این کار هم برای پروفیلاکسی و پیشگیری از افتادگی رحم و واژن و اینها خوب هستش و هم برای سفتی عضلات واژن. عزاداری هم خوبه، عزاداری کنید، اما از راه درستش. هر چیزی راه و رسمی داره، لطفاً رسم و رسومات رو رعایت کنید. جانم که از بابم نمی آید صدا، دل پریشانم که از بابم نمی آید صدا، ام بابایم کجا، ام بابایم کجا، دل پریشانم که از بابم نمی آید صدا، دل عمه بابایت کجاست که ببینه این جوانان به وصیت خمینی عمل نمی کنن و حرفهای این امام آفتابه ها به هیچ جاشون نیست. امام آفتابه ها همیشه سعی می کرد با جملات فیلسوفانه شما را به راه راست هدایت کند، اما شما باز هم ایمان نیاوردید که نیاوردید. بسم الله الرحمن الرحیم. آقایون اگر بفرمایند من راحت تر میشم. بفرمایند بشینند. بفرمایند بشینند. از اینکه آقایون در این هوای گرم و جای تنگ و گرم، معذرت میخوام از آقایون. شما اینجا منزل خود شماست و منم خدمتگزار خدا آقایم. بسم الله الرحمن الرحیم. آقایون اگر بفرماین من راحت تر میشم. بفرمایید بشینید. از اینکه آقایون در این هوای گرم و جای تنگ و گرم، معذرت میخوام از آقایون. شما اینجا منزل خود شماست و منم خدمتگزار خود آقایون. بعدشم هار هار گریه. ما که نفهمیدیم چی شد، فرستادیم برای برترین دانشمندان جهان تا شاید اونا بفهمن که چی شد. سلام بچه ها، امروز میخوام بگم که واقعا زبان گفتمان خمینی سخت و پیچیده است. ما اینجا بهترین دانشمندان و بهترین سیستم های ترجمه رو در اختیار داریم، اما نتونستیم مفهوم این جملات رو درک کنیم.
و این به خاطر این نیست که ما توانایی انجام این کار رو نداریم، بلکه به خاطر اینه که خمینی 1000 سال از زمان حالش جلوتر بوده و بنابراین هیچ کس قادر نیست اون رو درک کنه. ما حتی قبلا سعی کردیم این کتاب یعنی وصیت‌نامه خمینی رو ترجمه کنیم اما نتونستیم. خمینی در این کتاب از تجاوز به حیوانات مثل خر و الاغ و همبستر شدن با نوزاد شیرخوار می نویسه. اولش تعجب کردیم که چرا انسان باید نیازهاشو به این شکل برطرف کنه. بعدش فهمیدیم که رازهایی در این جملات نهفته است که ما قادر به درک اون نیستیم. مثل راز آفتابه که هنوز کسی به اون پی نبرده که علتش چی بوده که امام همیشه یه آفتابه همراه خودش داشته. خیلی ساده بگم بهتون این که ما تا به حال ندیدیم که تا این اندازه خریت و نادانی در یک جا جمع بشه. ولی امیدوارم روزی برسه که ابزارهای ما و هوش مصنوعی بتونه این جملات ارزشمند رو درک کنه. بله، جملات سنگینیه. امیدواریم هوش مصنوعی در آینده بتونه به طور درست این کلمات رو در کنار هم قرار بده تا شاید یه مفهومی ازش در بیاد. در پایان چند تا ویدیو از شیادان صفحات مجازی براتون گذاشتم که حتما تماشا کنید. کسانی که قراره با دعا و ذکر و جادو جنبل ما رو به ثروت و خوشبختی برسونن. تو این روزا آگاه شدن از شگرد این شیادان بسیار اهمیت داره. چرا اهمیت داره؟ چون این پیج ها سعی میکنن با وعده های خیالی و ایجاد توهم رسیدن به خوشبختی و ثروت، ذهن مطالبه‌گری و پرسشگری مردم را از بین ببرن. طبق نسخه‌هایی که این شیادان برای ما می‌نویسن، اگر دچار مشکلات اقتصادی شدیم، اگر خونه نداریم، ماشین نداریم، کار نداریم، گرسنه‌ایم، بیماریم یا هر چیز دیگه، لازم نیست اعتراض کنیم یا یقه دولت رو بگیریم. کافیه بشینیم تو خونه هامون، یه سری ذکر و دعا هست که میخونیم یا جادو جنبلی هست که انجام میدیم، بعد خوشبختی و ثروت برامون سرازیر میشه. نتیجه‌ش هم این میشه که مردم به جای اینکه حکومت رو مقصر این وضعیت بدونن و حقشون رو از دولت طلب کنن، میشینن تو خونه یه سری جملات انگیزشی رو تکرار میکنن و فکر میکنن که به خوشبختی و ثروت میرسن که نمیرسن و به خاطر همین دائما در حال سرزنش خودشون هستن، چون فکر میکنن خواندن این دعا و ذکر و یا هر چیزی که هست از ته دلشون نبوده و دلشون صاف نبوده، به خاطر همین نتیجه خوبی رو دریافت نکردن. شما اگه به این شیادان پیام بدید و بگید من هر کاریو که شما گفتین انجام دادم ولی نتیجه نگرفتم، یعنی نه تنها خوشبخت نشدم بلکه بدبختی هم بیشتر شده، اینو جوابشون اینه: چون شما از ته دل باور نداشتید پس نتیجه نگرفتید و شما مقصرید. بذار در دفتر ببندم کسی تو نیاد. یه چیزی بهت بگم. یکی از شما به من پیام داده که آقای دوستیانی، من مدام نمازمو میخونم، ذکرم رو میگم، دعامو میخونم، همه اینها رو انجام میدم اما هیچ نتیجه مثبتی توی زندگیم ندیدم. ببین عزیز دلم، بذار همین الان خیلی رک و پوسکنده چیزی رو بهت بگم. دعا، ذکر، نماز و هر چیزی که انجام میدی خیلی خوبه، اما همه اینها انرژی هن. تا مادامی که تو راه ورود این انرژی رو به درون خودت بستی، انتظار وقوع اتفاق خوبی رو هم نداشته باش. مثل من همین الان در دفتر رو بستم، کسی وارد نشه. تو هم درهای ورود انرژی رو به درون خودت بستی و اتفاق خوب وارد نمیشه. تنها کسایی که این وسط سود میبرن همونایی هن که این روش ها رو تبلیغ میکنند، یعنی همین پیج ها. متاسفانه هرچه که شرایط اقتصادی وخیمتر میشه، بر تعداد این پیج ها و صفحات افزوده میشه. این ویدیو رو تا آخر تماشا کنید و یادتون نره با سابسکرایب کانال و لایک ویدیوها ما رو حمایت میکنید تا بتونیم ویدیوهای بهتر با کیفیت بالاتری برای شما عزیزان تهیه کنیم. به امید آزادی ملت ایران که زیاد دور نیست و نابودی رژیم جمهوری اسلامی. دیگه با چه زبونی بیام بهت بگم هر چی میخوای راهش اینه: ایاک نعبد و ایاک نستعین. خدا با من و توه ها. میگه تنها راهی که منجر میشه به مسیر هدایت تو در راه خواسته هات اینه که فقط روی من خدا حساب کنی، فقط به من بسپار کارتو. رسیدیم به روز 5 چله خودباوری. میخوام بهتون یه ذکر آموزش بدم که زندگیتون رو زیر رو میکنه. این ذکر این هست که من پاکم و خداوند عاشقان من رو دوست داره.
اگه هر کاری کردی گره های کور زندگیت باز نشده، اگه هر دعایی، ذکری، کلهی یا کدی انجام دادی ولی متاسفانه این گره دیگه باز نمیشه، بیا از اسماء الهی استفاده کن، به این صورت که میای ابجد اسم خداوند رو پیدا میکنی، مثلا همین یا مجیب برای باز کردن گره های کوره. یا مجیب یعنی ای جواب دهنده، ای پاسخ دهنده، و تعداد ابجدش 55 مرتبه است. شما میای شبها قبل از خواب 55 مرتبه ذکر یا مجیب و تکرار میکنی به مدت 55 روز. قانون جذب واقعی یا دروغ؟ با یه آزمایش ساده میخوایم ببینیم اصلا همچین چیزی هست یا یه عمری به ما دروغ گفتن. دو تا لیوان برمیداری، رو یکی مینویسی 111، رو یکی مینویسی 207. تو لیوان 111 آب میریزی و به 111 فکر میکنیم، چه حسی بهت میده؟ آب 111 رو میریزی تو لیوان 207. حالا ازت میخوام دقیق به 207 فکر بکنی. مانیتوری که داره، جذابیتی که داره، ظاهر خفنش. حالا انرژی جدید تو جایگزین انرژی قبلی شد. حالا این آبو بخور. حست بهتر میشه به دو دلیل. یک، مولکول‌های آب حافظه دارن، و دو، هر چیزی که تو میگی یک ارتعاش داره. این یعنی جذب وجود داره. میدونستی سوزوندن چوب دارچین اونم شنبه اول هفته باعث افزایش رزق و روزی و جذب برکت و ثروت میشه برات؟ پس این پست رو سیو کن و بفرست برای کسایی که دوستشون داری. خودت هم شنبه ها این کار رو انجام بده، واقعا تاثیرش رو میبینی رفیق. خیلی اوضاع خیته.